everybody, سلام به همگی. پریا خواص هستم. I hope you're doing great. خب همینجا وایسا. English is a very important language. Do you agree? انگلیسی زبان مهمیه. بابا موافقی؟ Do you agree or disagree? یه نفر ازت میپرسه موافقی یا مخالف. تو انگلیسی چجوری راجبش حرف بزنی؟ دو تا کلمه معروف داریم. Agree and disagree. Agree and disagree. توی فارسی من میگم من موافقم یا موافق هستم یا مخالف هستم. توی فارسی ما در واقع کلمه موافق و مخالف برای ما صفته. پس بنابراین با فعل بودن میای. من موافق هستم، موافقم. But in English متفاوته. It's different. چیزی که همه باش مشکل دارن اینه. کلمه agree و disagree فعلن. They are verbs. پس مثل فعلای اصلی باشون برخورد میکنی. توی انگلیسی کلمه agree و disagree یعنی موافقت کردن و مخالفت کردن. یعنی میگی من موافقت میکنم، من مخالفت میکنم. So, this is the correct form. I agree with you. I disagree with you. I agree with you یعنی من با تو موافقت میکنم. I disagree with you. من با تو مخالفت میکنم. حالا روی یه سابجکتی. خیلی ها این مشکل رو دارن. میاد میگه I am agree with you. حالا بقیه جمله. I am disagree. I am agree. No. It's not correct. چون توی فارسی میان اینو میگن خب agree یعنی موافق صفته. پس میگه من موافق هستم. I am agree. No, no, no. It's not correct. I agree. I disagree. Well done. خب. حالا. یه ساختار دیگه میخوام بهتون یاد بدم. حالا غیر از اینکه اینا رو گفتی، اگه میخوای to be verb بیاری، am و is و are و اینا بیاری، اینجوری بگو. دو تا کلمه داریم، جفتشون preposition هستن. For against. For همون معنی موافقت رو میده. For against مخالفت. یعنی مخالفی. Against for. حالا چجوری ما اینا استفاده میکنیم؟ این جمله‌ایه که میتونی با اینا بسازی. میگی I am for or against your idea. حالا something یه چیزی. من مخالف یه چیزیم. من موافق یه چیزیم. I am for موافقم. I am for something. حالا your idea. I am against your idea or something. حالا هر چیزی میتونه باشه. پس همینو به جایی که اینجا ام بذاری اینجا میذاری. That's it. اینجا to be verb میذاری. She is for this opinion. He is. She is. They are. We are. اینجا میتونی ازش استفاده کنی. But not with agree, disagree. نه. حالا من به چند تا مثال. Let's go for some examples. You will understand. I agree with you on making people happy. من با تو موافقت میکنم on making people happy. روی موضوع خوشحال کردن مردم. من با تو موافقت میکنم روی خوشحال کردن مردم. روی این مسئله. پس ما توی فارسی هم میگیم موافقت کردن روی یک مسئله یا درباره مسئله ای. تو هم میتونی آن بذاری. اینجا هم ما آنو داریم هم ویتو داریم. موافقت کردن با کسی. I agree with you on something. روی چیزی. روی یک مسئله ای. حالا به جایی میتونی about هم بنویسی. About is correct. So I agree with you on making people happy. Or I disagree with you on making people sad. من با تو مخالفت میکنم در مورد ناراحت کردن مردم. روی این مسئله. Or همین جمله رو میام با این for و against میگم. I am, حالا all میتونی بگی من کلن مخالفم یا کلن موافقم. All optional هست. I am all for making people happy. I am all for making people happy. یعنی من کاملا موافق خوشحال کردن مردمم. I am all against making people sad. و من کلن مخالف ناراحت کردن مردمم. این بود از درس امروز. دو تا کلمه agree و disagree گفتم به هیچ عنوان با to be verb نمیاد. نمیگی she is agree, I am agree. We never say that. چون اینا صفت نیستن مثل فارسی. ما تو فارسی میگیم موافق هستم. یعنی صفت میاری. ولی اینجا اینا فعلا موافقت کردن. So, I agree. I disagree.
همین کلمه ها رو اگه میخوای با to be verb am و is و are بیاری، به جاشون میتونی از for برای agree، against برای disagree استفاده کنی. For example، I am for this idea. I am against this idea. That's it. و همین راحتی و چند تا مثال که بهتون یاد دادم. If you want to learn, join and enjoy. Goodbye!